سلام میکنم به شما بینندگان گرامی. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو به شما عزیزان تقدیم میکنم. امیدوارم حال همگی خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. برنامه پر از نکات مهم که امیدوارم فرصت کنیم بهش بپردازیم. اول ماه مهر رو پشت سر گذاشتیم، روز معلم رو داشتیم، تجمعات بازنشستگان در روزهای مختلف که در واقع آماده سازی بود برای برگزاری یک اول ماه مهر با قدرت رو ما داشتیم. همینجور اعتراضات در کاغذ سازی پارت در دل جامعه ای که صدا فریادش بلند شده تو ماج صالحی رو آزاد کنید، نه تهدید، نه زندان، نه اعدام نیست جلو دار ما، روسری رو رها کن، فکر به حال ما کن. حجاب حجاب شعارشون، دزدی و غارت کارشون، اینا شعارهایی که تو کف خیابون در تجمعات بازنشستگان میشنویم و شعارنویسی های وسیع و آماده سازی شرایط برای یک روز اعتراض مهم، اول ماه مهر، روزی که در برگیرنده اعتراضات همه جامعه است گفتمان اعتصاب به راه میفته و تو متن این شرایط اون وقت میبینیم که تأثیراتش رو تو عمق انقلاب در قطعنامه ها و در بیانی ها. خب اجازه بده بیشتر در مورد صحبت کنم. اتفاق مهمی بوده در این روز، نقش‌های مختلف بازنشستگان فراخوان به تجمع داده بودند و این تجمعات در شهرهای مختلف برگزار شد، در کرمانشاه، در اهواز و همینجور در مشهد، در عراق، و شعارهایی که دادن، جمعیتی که شرکت کرد، یک اتفاق بسیار بسیار مهمی بود. اون چی که ما شاهدش بودیم این بود که در واقع طبقه کارگر، کارگران در قامت صاحب جامعه قد علم کردند و فریاد اعتراض کل جامعه شدن. مسئله حجاب که جنگ حکومت با زنان برای عقب زدن انقلاب، اعدام ها و توماج صالحی، حکمی که بهش دادن که جامعه به حالت انفجار در آمد و همونجا فقر و فلاکت و بیتامینی و چپاول و غارت و دزدی و سرکوبگری های حکومت، و کارگران صدای این اعتراض شدن در کف خیابون و با شعارهاشون. در این حال در نیشکر هفت‌تپه بار دیگه ما دیدیم که بنر اول ماهمه برافراشته شد، سخنرانی ها شد. ما اونجا ابراهیم عباسی رو دیدیم که تو همین راستا بر سر مسائل اساسی جامعه سخن گفت، از اینکه چطور تار مود یه دختر رو میبینن اما فساد و فقر و فلاکت رو نمیبینن گفت. همینجور کاخستازی پاس که چهاردهمین روز اعتراضش بود و در این روز دست نوشته ای رو به دستشون گرفته بودن، روز کارگر رو اعلام کردن و به این شکل اعتراض خودشون رو به این روز مهم متصل کردن و پیگیر خواستاشون شدن در برابر وضعیتی که شغل معیشتشون رو به خطر می اندازه. چند صد کارگر در این روز قوقا کردن. مرگ بر سرمایه‌دار، درود بر کارگر شعارشون بودش. و در روزهای قبلش هم خب دستن اندج ما دیدیم مردم رفتن تو شهر، تعداد از زنان فعالین رفتن با پخش گل این روز گرامی داشتن. اندکای خبازان کامیاران دیدیم این روز گرامی داشتن و به شکلهای مختلف همه جا شعارهای گرامی داشت. اول ماهمه رو ما شاهد بودیم در یک سری از شهرکهای صنعتی، خود مدیران کارخانجات رو تعطیل اعلام کردن برای اینکه زمزمه تعطیل و اعتراض رو شنیدن. در عسلویه شینی پخش کردن و این روز رو به هم دیگه تبریک گفتن. از همین رو وقت به این اتفاقات نگاه میکنیم، وقتی میبینیم بار دیگه منشور بیست تشکل، منشوری که در سال 1401 منتشر شد از سوی تشکلهای کارگران و تشکلهای اجتماعی، که منشوری بود که عمر داد به انقلاب زن زندگی آزاد، منشوری بود که گفتمانهای راست رو عقب زد با همه تحرکاتشون و منشورهایشون دوباره روی میز گذاشته شده، با این تأکید که ما اجازه نمیدیم از بالای سرمون تصمیم گیری بشه، ما میخوایم نقطه پایانی باشیم بر 100 سال بردگی و ظلم و ستم.
و از شروعها صحبت کرده و تو همه میثاقی که 8 تشکر در رابطه با این موضوع دادن و این منشور رو آوردن جلو، بر 6 خاص تأکید کردن و اونجا هم بر همه مسائل عاجل جامعه تأکید میشه در رابطه با مسئله جنگ حکومت علیه زنان، اعدام ها و فقر و فلاکت و وضعیت که سر جامعه اومده. و بعد هم 3 تشکل شورای هماهنگی، تشکل های صنفی فرنگیان، سندیکای واحد اتحادی آزاد کارگران ایران، اونها هم بیانیه مشترک به این مناسبت میدن و بر همین منشور تأکید میکنن و بیانیه های مشترک از سوی سندیکای نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و گروه های مختلف داده میشه. جوهر همه بیانیه ها اینه که علیه این تبخش و بردگی قد علم میکنه و از یک زندگی شاد و انسانی برای همه جامعه صحبت میکنه، از تداوم بخشیدن به انقلاب صحبت میشه و از خواسته و مطالبات بنیادی و پایه‌ای صحبت میشه. و به این اعتبار اول ماه مه امسال نقش مهمی داشت در جهت تداوم و تقویت انقلاب زن زندگی آزادی و به شکل بسیار جالبی مسئله معیشت و زندگی کارگر با مسئله جنگ حکومت علیه زنان به راه انداخته، بساط آپارتاید جنسی که به پا کرده، اعدام ها و تمام خواستایی که مردم دارن مطرح میکنن، پیوند عمیقش رو در اعتراضات شعارهای کارگران ما شاهد بودیم. بد نیست در اینجا کلیپی ببینیم از سخنرانی ابراهیم عباسی در نیشکر هفت‌تپه که به این مناسبت سخنرانی کرده. مطالبه رو مطالبه کنید تا به نتیجه برسیم، اما من از وضعیت کنونی کشور به شخصه هزاران نارضایتی دارم. این جلسه، این گرد همایی مجال گفتن اون اعتراضات من گرچه نیست، در جامعه مرد سالار ایران هستند مردهایی که هزینه دادن به خاطر جامعه، اعتراض کردند، ایستادند، مثل اسماعیل بخشی و امثال هم که در طبقه های دیگر، مثل معلمانی که زندان شدند، مثل پرستاران هزینه دادن برای جامعه. میخوام اینو بگم، یک دختر بچه 16 ساله با تار موی خودش داره مقابله میکنه، اعتراض میکنه که من اعتراض دارم. موی دختر بچه و زن میبینن که بیرونه، اما فساد اقتصادی رو ندیدند و نمیبینند. مفسد اقتصادی بابک زنجانی رو که محکوم شده به اعدام تبرئه میکنند. این فراقانونی ها ما رو داره آزار میده. من بیشتر به این قضایا نمیپردازم، اما از معلمان زندانی، کارگران زندانی، کسانی که برای جامعه هزینه دادن با قاطعیت حمایت میکنم و کنارشون هستم و هر کاری که از دستم بیاد انجام میدم. و کارگران کاغذ پارس که خصوصی سازی شد در کاغذ پارس و حریر، الان 12 روز در به فرمانداری اعتصاب و اعتراضن برای اینکه عده‌ای از کارگران رو اخراج کردند. خصوصی سازی ناکار آمده، دشمن کارگره. من از طرف خودم به عنوان یک فعال کارگری توصیه میکنم به کارگران کاغذ پارس و حریر، بیستید تا خصوصی سازی رو بیرون کنید. مثل ما مقدم علیکم هفته برا رها کن، 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 مقدم. آقا درود بر شما، دمتون گرم که حضور پیدا کردین. اون کسی که حضور پیدا نکرد عذر موجهی داره حتما، ولی
روز واقعی کارگر شما امروزه، نه دیروز که ساعت 12 یادشون اومدن که ما گفتیم فرداست، گفتن بفرستیم خونه، که فردا هم الان پیام دادن به مدیر و رئیس میانی که آقا حضور پیدا نکنید، من عباسی هیچی ندارم برای از دست دادن. و پیشرفتی که من میخواهم بکنم و حراست و مدیر حراست جلوش بگیره برای فعالیتم، بری جلوش بگیره، خط بکشه روش، عبایی ندارم. من حق حقوق هفتفه و بقای هفتفه رو با هیچ چیز معامله نکردم و نخواهم کرد. ماشاءالله. در مناسبت اول ماه بازنشستگان حقیقتا گل کاشتند و صدای کل جامعه شدند، این بخش معترض و رزمنده جنبش کارگری با فریاد شعاراشون به اتحاد، همبستگی، اتحاد، اتحاد علیه فقر و فساد، و با فریاد تو موج سالی آزاد کنید، تو موج یک ملت، ملت آزاد کنید، اینها شعارهای کف خیابان بودش. این تجمعات در دل یک کشاکش، قشون کشی حکومت، اخطارهایی که داد به فعالین از قبل به تهدید اینکه نباید این مراسم برگزار بشه، علارغم همه اینها ما شاهد این تجمعات بودیم. در تهران دیدیم چگونه ممانعت میکردن و چگونه جمعیت ایستاد و این روز رو گرامی داشتش. در عراق به همین شکل و در سنندج تعدادی رو از قبل احضار کردن و به این ترتیب جامعه عزم راسخ خودش رو به نمایش گذاشت برای تداوم انقلاب و برای داشتن یک زندگی انسانی. ما کلیپ می‌بینیم از تجمعات روز جهانی کارگر. بلاور به خاطر خواندن یک ترانه، به خاطر یک تصنیف، به خاطر یک شعر نوایسی در زندان محکوم بشوند و سر بیگناهشان بالایی داد. تجمع اعتراض، حق مسلم ماست. بیکاری، تورم، بلای جان مردم. شورای عالی کار، حامی سرمایه‌دار. روسری و رها کن، فکری به حال ما کن. سای استان مرکز عراق، تجمع جلوی کانون عراق. معیشت منزلت حق مسلم ماست. بیشتر از هفته قبل باشیم. بیشتر هم میشه. داره بیدا زنگ میگم به تو ببینم. شما عرض میکنم که سیزدهم اردیبهشت روز بعد از روز جهانی کارگر روز معلم بود، یک روز مهم دیگه در این هفته، به ویژه اینکه در این روز معلمان نه تنها روز معلم بلکه روز جهانی کارگر را هم اعلام کردند که گرامی می‌دارند. به این مناسبت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوان داده بود به تجمعات تو تمام شهرها و در این روز بنابر خبرهای منتشر شده در شهرهای تهران، علی گودرز، مریوان، سقز، یاسوج، خمینی شهر، اسلام آباد غرب، هرسین، بوشهر، قزوین، رشت، عراق
این تجمعات برپا شد. در رشت معلمان از شهرهای فومن، انزلی، رودبار و لاهیجان جمع شده بودند. در تهران باز هم این تجمع با یک کشاکش بسی روبرو شد. ون آورده بودند، نیروی انتظامی مستقر کرده بودند. اسماعیل دیرو در روز قبلش تهدید کردند. 17 تا از فعالین و معلمان رو در روز قبلش تحصار کرده بودند. همون روز تجمع اسماعیل گرامی رو ازا کردن و جمعیت اجازه نداد و گفتن اگر میخواید بیاید تو جمع. و به این شکل تو این کشاکش این مراسم برپا شدش. در سقز هم همین بساط بودش و بالاخره جمعیت با کشاکش با نیروهای سرکوب موفق شد تجمع خودشو بپا کنه. و در شهرهای دیگه هم همونطور که گفتم ما شاهد تجمعات معلمان برای پیگیری خواستاشون بودیم. در فراخوانی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گفته بود داده بود به افت تحصیلی بازماندگان صدها هزار کودک از تحصیل، از کالایی شدن آموزش، از بی‌اعتباری علم و دانش و دست اندازی به حقوق معلمان به عنوان بخشی از بحرانهایی که نظام آموزشی تو اون غرق شده صحبت کرده بود، از پادگانی شدن مدارس و امنیتی شدن آموزش پرورش، پرونده سازی های امنیتی، دستگیری ها و ادامه بازداشت ها صحبت شده بود که اینا موضوعات مهم مورد اشاره اون بود که در بنرهای اعتراضی این روز هم بازتاب داشتش. و برای معلم زندانی آزاد باید گردد آموزش رایگان از نوشته هایی بود که همه جا توجه ها رو جلب میکرد. اجرای کامل رتبه بندی برای معلمان شاغل و همسوسازی برای معلمان بازنشسته، افزایش حقوق در حد تأمین سبد معیشتی بالای 30 میلیونی، تحصیل رایگان شامل کتاب رایگان، تغذیه رایگان، ثبت نام رایگان، آموزش با کیفیت غیر ایدئولوژیک، ممنوعیت کالایی شدن آموزش، ممنوع شدن حوزوی شدن مدارس، پایان دادن به اختلاس ها، صندوق ذخیره فرنگیان، پاسخگویی به خواستهای معیشتی نیروهای خدماتی، اختصاص بودجه کافی به مدارس برای پایان دادن به اخاذی از خانواده ها، اینا از جمله مطالباتی که معلمان بارها اونها رو در خواستاشون اعلام کردن. از خواستا و اعتراضات معلمان باید وسیعاً پشتیبانی کرد. کلیپ میبینیم از تجمعات اعتراضی معلمان. زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. توماج صالحی آزاد باید گردد. توماج صالحی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی. فعالان کارگری در ایران مهمترین خواسته های کارگران را مطالباتی چون حذف دست واسطه ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای مستقل کارگری، جلوگیری از تبعیض جنسی و جنسیتی، و رعایت حقوق زنان کارگر، حذف قراردادهای موقت و حذف فاصله بین دستمزد و سبد معیشت اعلام کردند. تاریخچه روز جهانی کارگر. روز جهانی کارگر یادمان اعتراض کارگران آمریکایی در اول معاهده سال 1886 در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود. مناسبت اول معاهده به این لحاظ بوده است که در چهارم معاهده 1886 و در چهارم روز اعتصاب به تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو پلیس به روی آنها آتش کشید که به واسطه آن شماری کشته بیدی مجروح و بعدا چهار تبعیض اعدام شده. با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات و کشتار و اعدام‌ها به سایر کشورها در کوچه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار شد و هر سال هم تکرار می‌شود و به تدریج اول ماه مه روز جهانی کارگر نامیده می‌شود. ما در این هفته تجمعات کارگران کاغذسازی پارس رو داشتیم که خطر از دست دادن شغلشون هست، کارخونه با حالت تعطیل در اومده، میگن کمبود مواد اولیه است و کارگران ایستادن و در مقابلش کوتاه نمیان و گفتن تا وقتی که
امنیت شغلشون تضمین نشه اعتراضاتشون رو ادامه خواهند داد. و یکی از روزهای مهم اعتراضشون در همین روز جهانی کارگر بود. فیلمی میبینیم از اعتراضات کارگران کاغذسازی پارس. امروز تاریخ 13/2/1403 تجمع کارگران کاغذپاس جهت مطالبات و عقب افتادگی حقوق و قراردادی شدن. همونطور که گفتم تحرکات بسیاری برای روز جهانی کارگر بود در سطح جامعه و در میان بخش‌های مختلف کارگران و به ویژه بازنشستگان که این روز و فراخوان به اعتراض سراسری داده بودند. قبل از روز جهانی کارگر در 10 اردیبهشت بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف مثل همیشه تجمع کردند، ولی این بار با زمینه برای فراخوان‌هایی که برای روز جهانی کارگر داده بودند. کلیپ می‌بینیم از تجمعات بازنشستگان مخابرات. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. قانون بیمه مطالبه کم شده تو مخابرات. معیشت و خاربار به روز باید کرده. معیشت خاربار حق مسلم ماست. فقط کف خیابان به دست میاد حق ما. فقط کف خیابان به دست میاد حق ما. ستاد اجرایی حق ما رو برده. تا حق خود نگیریم دوشنبه ها همینجا. تا حق ما نگیریم از پا نمی نشینیم. باز نشسته داد بزن، حقت و فریاد بزن. باز نشسته داد بزن، حقت و فریاد بزن. تجمع اعتراض حق مسلم ماست. تجمع اعتراض حق مسلم ماست. حقوق رسمی سکوت کنی همینه. حقوق رسمی سکوت کنی همینه. تجمع اعتراض حق مسلم ماست. تجمع اعتراض حق مسلم ماست. فقط کف خیابان به دست میاد حق ما. فقط کف خیابان. بخش دیگه از بازنشستگان، بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که اونها هم در یک شنبه گذشته تجمعاتشون رو برپا کردن و هم علیه جنگ حکومت، علیه زنان، هم در رابطه با حکم اعدام توماج صالحی شعارهای بسیاری دادن و فریاد اعتراضشون رو بلند کردن. در این حال علیه دزدی ها، اختلاس ها، فقر و فلاکت و برای پیگیری مطالباتشون. کلیپ میبینیم از تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی. هجاب هجاب شعارشون گفتی و آره کارشون. هجاب
حجاب شعار شد، توصیه و خواهد کار شد. بیا رها کن فکری به حال ما کن، روشری و رها کن فکری به حال ما کن. روماج صالحی آزاد باید گردد، روماج صالحی آزاد باید گردد، روماج صالحی آزاد باید گردد. فکری به حال ما کنی، انشاءالله رها کنی، فکری به حال ما کنی. دولت برشکسته برای بازنشسته، شمشیر از رو بسته. تو با یک ملت، ملت آزاد، تو با یک ملت، ملت آزاد. تو ماج صالحی آزاد باید گردد، تو ماج صالحی آزاد باید گردد، تو ماج صالحی آزاد باید گردد. زندان نه اعدام نیست جلودار ما، آزادی نه اعدام نه اعدام نیست جلودار ما. بخش دیگه بازنشستگان، بازنشستگان فولاد هستن که اونها هم در این هفته در چند شهر در اصفهان، اهواز، مازندران و شاهرود تجمع داشتن و شعار میدادن فولادی داد بزن، حقت و فریاد بزن. کلیپی داریم از بازنشستگان فولاد در تهران. فولادی داد بزن، حقت و فریاد بزن، فولادی داد بزن، حقت و فریاد بزن. آخرین بخش برنامه این هفته ماست. برنامه رو با خبر مسرت بخش آزادی جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنف فرهنگیان خاتمه میدم که از زندان قزلحصار آزاد شد. آزادی این عزیز رو به اون، به خانوادش و به معلمان، به همگان تبریک میگم. یک کارزار مهم معلمان، یک کارزار مهم مردمی، یک کارزار مهم ما مثل فریدم ناک، صدای اعتراض شما عزیزان میخوایم باشیم تو سطح بین المللی. همینه آزادی فوری معلمان در بند و کارگران زندانی، همه دستگیر شدگان انقلاب و کسانی که تو همین اول ماه مود در همین روزها بازداشت شدن و همینجور بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی که تشکیل شده. آزادی توماج صالحی، لغو مجازات اعدام و اینها یک کارزار مهمیه که در سطح بین المللی جاری هست و ما هم به سهم خودمون صدای این کارزار هستیم. به زودی اجلاس سازمان جهانی کار خواهد بود، ما اونجا خواهیم بود و ما فریاد اعتراض شما مردم، شما کارگران، شما معلمان و فریاد زن زندگی آزادی خواهیم بود. برنامه رو به انتها میرسونم. برای شما عزیزان شب ها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.